لیلا دانشجوی یکی از دانشگاه‌های خارج کشور است و به طور آنلاین درس می‌خواند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان و بسته شدن دروازه‌های دانشگاه‌ها بر روی دختران، او تلاش کرد تا راه برای ادامه تحصیل پیدا کند. سرانجام با تلاش و پشتکار توانست مسیر جدید تحصیلی برای خود پیدا کند. بعد از سقوط کابل اما قسم که کل دخترها نتونست که ادامه درسای خود ادامه بیتن، من مجبور شدم که به این فکر بفتم که درسای خود خارج از کشور ادامه بیتم. به مخاطر تصمیم گرفتم که به بعضی از بورسیه ها ثبت نام کنم و امیتو در صدد ازی بودم که بورسیه پیدا کنم، کجا باید درس بخوانم. با خاطر ما باید امتحان انگلیسی را یا امتحان آیلتس سپری میکردم، با خاطر رفتم طرف پاکستان به خاطر امتحان دادن. لیلا برای ورود به دانشگاه نیاز به مدرک آیلتس داشت، به همین دلیل راهی پاکستان و ایران شد. اگرچه این سفرها برایش چندان آسان نبود، اما در نهایت توانست با گرفتن مدرک آیلتس از این فرصت تحصیلی برخوردار شود. امتحان سپری کردم و فعلا هم در یک از دانشگاه ها آنلاین درس میخوانم، چون که فعلا خود ما زمینه ای را نداریم که در اینجا درس بخوانیم. به او خاطرم دیگه همیتو پیش خود تلاش دارم و درس میخوانم. محدودیت های دختران توسط طالبان بیشتر آنها را با دنیای آنلاین آشنا کرده است. لیلا علاقمند رشته دیزاین و طراحی است. او میگوید طراحی هایش را به طور آنلاین میفروشد و از آن کسب درآمد میکند. یک کار آنلاین دارم. من خودم نقاشی میکنم، دیوار کوب جور میکنم، بعدنم اونا را از طریق صفحه مجازی اینستاگرام اینا را عکس میگیرم و تبلیغات میکنم که یک کار کوچک که در پالی درسایم است که مقسم زندگی را میگذرانم دیگه. فرمانهای منزوی کننده طالبان زنان و دختران را به حاشیه رانده است. با وجود چالش ها در نظام پیشین، لیلا در دوران مکتب با بایسیکل در شهر و خیابان تردد می کرد، اما اکنون از بیرون رفتن هم می ترسد. از بابت دیگه اینال فعلا آزاد گشتن نمی تانیم. یا ما مثلا قبل از اینکه طالبا بیایه یک بایسیکل داشتم، وقتی کورس یا مکتب می رفتم امروی بایسکل خود می رفتم، ولی از ای که طالب آمدم ما حقیقتا خودم جرات نتانستم با بایسکل بیرون شویم دیگه. کلن مثلا ما بایسکل خود فروختم، خیلی یک چیز عجیب غریب می آمد که ما بایسکل بوده آنم و یا هم در سرسرک متروانا اینا خیلی سختی داشت، ولی خب ما تلاش خود می کردیم که عادی سازی کنیم یا اینا، ولی ما بعد از طالبا خودم به خاطر خانواده، به خاطر امنیت خود، ما هنوز جرأت پیدا نکردیم. لیلا محدودیت های طالبان را نسبت به پوشش زنان نمیپذیرد. با گفته او این مسئله کاملا شخصی است و ربطی به نظام ندارد. او با اشاره به وضعیت حاکم میگوید طالبان روز به روز زنان را از جامعه حذف میکند و هیچ کس متوجه آن نیست. ی زندگی خود ماست که بخوایم که چی بپوشیم، با کی گپ بزنیم، چه قسم راه بریم، ولی این انتخابای خیلی کوچک و اینا از ما گرفته شده که ما دیگه مثلا خود ما به امی دلخواه خود زندگی نمیتونیم. کسی از بالای ما که میگه که نه تو این کار نکو، این کار کو، مثلا میگه که تو نباید این قسم یک لباس بپوشی، در حال که ما خودم راضی نیستم با لباسا برم. خانم‌ها را از جامعه محو میکنن ولی هیچ کس متوجه نیست که اگر اقسم پیش بره و هیچ کس دنیا هیچ کاری نکنه در مقابل طالبا و دختر خانمایی که در افغانستان است، وضعیت خیلی خرابتر میشه که حتی تصور کردنش هم سخت است. تحصیل و درس اینا بر روی خانم‌ها، بر خانم‌ها اجازه بدن که ادامه تحصیل بتن، شاید اوضاع خوبتر شود، ولی ای که کس نصف از یک جامعه را نمیمانه که درس بخوانه، ای یک چیز معلوم دار است که روز به روز اوضاع خیلی خراب میشه و مردم به یک سمت عقب روان میشن.